دفتر کمیساریایی عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از مقام‌های سعودی خواست تا حکم محکومیت سلما شهاب فعال زن سعودی را لغو کرده و فوراً و بدون قید و شرط او را آزاد کنند. لیز تراس سخنگوی این نهاد بین‌المللی تأکید کرد که این حکم نمونه دیگری از اقدام مقام‌های سعودی به استفاده از قوانین مبارزه با تروریسم و جرائم الکترونیکی به مثابه سلاحی جهت هدفگیری، ارعاب و انتقام از حامیان حقوق بشر و صدای مخالف است. سازمان آتش نشانی عراق از فروریزی تپه خاکی در زیارتگاهی در نزدیکی شهر مقدس کربلا خبر داد. چشمه امام علی علیه السلام، زیارتگاهی در 20 کیلومتری جنوب غربی شهر مقدس کربلا در شمال جاده این شهر به سوی عین‌التمر است. این زیارتگاه در باور مردم همان چشمه است که امام علی علیه السلام در مسیر نبرد صفین آشکار کرد. خبرگزاری ملی لبنان گزارش داد که عباس ابراهیم، مدیر کل امنیت عمومی لبنان، در مصاحبه با شبکه خبری العراقیه دستگیری عبدالله یاسر سبعاوی را که توسط قوه قضاییه عراق تحت تعقیب است تایید کرد. طبق اعلام این رسانه لبنانی، دستگیری وی به دلیل اتهام او به انجام عملیات جنایتکارانه و همینطور ارتباط وی با قتل عام اسپایکر که جان ده‌ها انسان بیگناه را گرفت صورت گرفته است. با گذشت یک سال از تسلط طالبان بر افغانستان، فشارها بر شیعیان هزاره در بخش‌های مختلف این کشور همچنان ادامه دارد و نیروهای طالبان به بهانه‌های مختلف اقدام به شکنجه و بازداشت آنها می‌کنند. گفتنی است با وجود اینکه حدود دو ماه از تهاجم طالبان به شهرستان شیعه نشین بلخاب در استان سرپل در شمال افغانستان می‌گذرد، اما هزاران آواره هنوز در کوه‌ها و دره‌ها به سر می‌برند. معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل در شمال ایران از شناسایی یک فرد مبتلا به آبله میمون در این شهرستان خبر داد. وی از شناسایی یک فرد مبتلا به آبله میمون در شهرستان خبر داد و گفت همکاران ما در مرکز بهداشت بابل در حال انجام آزمایش‌های لازم از این فرد هستند که اکنون بستری است. سیل در ولایت لوگر در جنوب کابل، پایتخت افغانستان، 20 کشته و 45 زخمی بر جای گذاشته است. الجزیره به نقل از مقامات طالبان گزارش داد که اداره هواشناسی افغانستان در 10 ولایت این کشور وضعیت اضطراری اعلام کرده و درباره احتمال وقوع سیل در این مناطق هشدار داده است. رسانه‌های محلی در شهر مقدس مشهد از تولید 5000 عروسک برای هدیه به زائران خردسال اربعین خبر داد. گفته می‌شود حدود 5000 بسته برای کودکان آماده و در 300 موکب اربعینی توزیع خواهد شد و امید است با این برنامه حرکتی سازنده برای ترویج فرهنگ اهل بیت علیهم السلام به ویژه در بین کودکان با ملیت‌های مختلف ایجاد شود.